با سلام و درود به دوستان خوب کانال یوتیوب دلتا مدیا، ممنون که ما رو همراهی میکنید. لطفاً کانال یوتیوب دلتا مدیا رو لایک و سابسکرایب کنید یا همون زنگوله زرد خوشگله رو روش کلیک کنید تا شما رو در جریان جدیدترین ویدیوهای روز دنیا قرار بدیم. امروز میخواییم برای شما از تحقیق عجیب و باور نکردنی ژاپنی ها برای تولید اجزای بدن انسان ها در قالب یک موجود عجیب و غریب که بهش میگن موجود انسان حیوان صحبت بکنیم، که برای اهدای عضو به انسان ها این موجود رو میخوان پرورش بدن. ویدیو ما رو لطفاً دنبال کنید. در میان ممنوعیت انجام پژوهش‌های مرتبط با تولید جنین‌های انسان حیوان در کشورهای مختلف جهان، یک پژوهشگر ژاپنی مجوز انجام این کار را از دولت ژاپن دریافت کرد. هیرومیتسو ناکوشی بیش از یک دهه هستش که انتظار لحظه کنونی رو می‌کشه. پس از سالها برنامه ریزی، این پژوهشگر سرسخت تونست تاییدیه پیگیری یکی از بحث برانگیزترین مطالعات علمی، یعنی آزمایش جنین انسان حیوان رو از جانب دولت ژاپن دریافت کنه، در حالی که بسیاری از کشورهای جهان انجام این گونه پژوهش‌ها رو محدود کرده یا به طور کلی ممنوع اعلام کردند. ژاپن قصد داره در این جعبه پانودورا را باز کنه. در اوایل سال جاری ژاپن نه تنها کاشت جنین‌های هیبرید را در حیوانات جایگزین قانونی اعلام کرد، بلکه این کشور اکنون امکان رشد کامل اونها را نیز فراهم کرده. ناکوشی به عنوان یک پژوهشگر برجسته سلول‌های بنیادی در دانشگاه توکیو و استنفورد از کشوری به کشور دیگه رفته و رویای خودش رو در مورد اینکه روزی بتونه اعضای شخصی شده انسان رو در حیوانی نظیر گوسفند یا خوک رشد بده دنبال کرده. هم‌اکنون بیش از 116,000 بیمار منتظر پیوند فقط در کشور آمریکا هستن. ناکوشی امیدواره که ایده اون بتونه زندگی این افراد رو دگرگون کنه. برای رسیدن به هدف نهایی هنوز راه درازی در پیش رو داره، اما گام بعدی پژوهش او حداقل تونسته چراغ سبز مقامات دولت ژاپن رو دریافت بکنه. با عنوان نخستین پژوهشگری که تایید دولتی رو از زمان ممنوعیت سال 2014 دریافت کرده، ناکوشی قصد داره کارها رو با آهستگی انجام بده تا توافق و اعتماد مردم رو نیز به دست بیاره. اون میگه ما انتظار نداریم فوراً بتونیم اعضای بدن انسان رو تولید کنیم، اما این به ما اجازه میده بتونیم پژوهش‌های خودمون رو بر اساس آنچه تاکنون آموخته ایم پیش ببریم. آزمایش‌های او با تزریق سلول‌های بنیادی چندین توان القا شده انسانی به جنین موش صحرایی و موش آغاز خواهد شد که همه اونها به گونه ای از لحاظ ژنتیکی دستکاری شدند که در اونها پانکراس ساخته نمیشه. هدف اینه که جنین جونده از سلول‌های انسانی برای ساخت یک پانکراس استفاده کنند. پژوهشگران به مدت 2 سال رشد و توسعه این جوندگان را تحت نظارت قرار میدن و با دقت اعضای بدن و مغز را طی این روند مورد توجه قرار میدن. تنها پس از این مرحله پژوهشگران درخواست تایید انجام چنین کاری را روی خوک‌ها مطرح خواهند کرد، در حالی که جنین‌های انسان حیوان در گذشته نیز تولید شدند، مانند جنین‌های خوک انسان و گوسفند انسان. تا قبل از این هرگز به اونها اجازه توسعه کامل نداده شده بود. یکی از بزرگترین نگرانی ها در مورد این نوع پژوهش ها اونه که سلول های بنیادی وقتی تزریق شدن دقیقا به کدام بخش از بدن حیوان میرن و به چه نوع سلولی توسعه پیدا میکنن.
در حالی که این پژوهشگر و گروهش در حال تلاش هستند که تنها پانکراس رو مورد هدف قرار بدن. اگر اونها متوجه شدن که بیش از 30% از مغز جوندگان به مغز انسانی تبدیل شده، آزمایش رو متوقف می کنند. بخشی از شرایط مطرح شده از سوی دولت ژاپن برای اینکه هرگز حیوانی با مغز انسان به وجود نیاد. البته این پژوهشگر فکر نمی‌کنه که چنین چیزی اتفاق بیفته. سال گذشته او و همکارانش در دانشگاه استنفورد به طور موفقیت آمیزی نخستین جنین انسان گوسفند رو تولید کردند. اگرچه این جنین پس از تنها 28 روز از بین رفت، اما دارای اعضای انسانی نبود و سلولای انسانی بسیار کمی در اون وجود داشت. تنها حدود 0.1 هزارم و شاید هم کمتر. این پژوهشگر در رابطه با این مسئله توضیح میده که ما در تلاش هستیم که اطمینان حاصل کنیم سلولهای انسانی تنها در تولید اندامهای خاصی از بدن حیوانات مشارکت میکنند. با تولید اعضای جدید و هدفمند نیازی نیست که در مورد ادغام سلول‌های انسانی در جایی که نمی‌خواهیم نگران باشیم. بنابراین در این وضعیت نگرانی‌های اخلاقی بسیار کمتری باید وجود داشته باشه. متشکریم از اینکه این ویدیو رو هم همراه ما بودید. لطفاً اگر نظراتی دارید برامون کامنت بذارید و کانال یوتیوب دلتا مدیا رو هم لایک و سابسکرایب کنید یا همون زنگوله زرد رو روش کلیک کنید. متشکریم از اینکه همراه ما بودید.